سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از افشاگری جنجالی آرمیتا عباسی از تهدیدات و احضار شدنش توسط حکومت با ما همراه باشید لطفا عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. آرمیتا عباسی متولد 1380 یکی از معروف ترین بازداشت شدگان خیزش انقلابی 1401 در ایرانه. اون در مهر 1401 بازداشت شد و بعد از یک هفته خبر شکنجه و تجاوزات جنسی توسط نیروهای جمهوری اسلامی اون هم توسط کادر بیمارستان امام کرج به بیرون درس کرد و با مراجعه والدینش مجددا از طرف نیروهای امنیتی روبوده شد و به مکان نامعلومی منتقل شد خوشبختانه در نهایت آرمیتا در 18 بهمن از زندان آزاد شد هشتک آرمیتا عباسی بعد از محسا امینی تبدیل به یک ترند جهانی شد و همه مردم ایران نگران سلامتیش بودند. توی 26 مهر وقتی که آرمیتا عباسی توسط نیروهای امنیتی به بیمارستان امام علی کرج منتقل شد، از بیمارستان با خانوادهش تماس گرفتن. خانوادهش گفتن که هشت روزه که از دخترشون هیچ خبری ندارن. اما متاسفانه قبل از رسیدن خانواده به بیمارستان، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آرمیتا رو به مکان نامعلومی منتقل کردند. توی بیمارستان بعد از معاینات اولیه توسط پزشکان و شواهد بالینی که شامل خونریزی داخلی و علائم تجاوز جنسی متعدد بود اما نیروهای امنیتی که همراهش بودند پزشکان را مجبور کردند که در گواهی پزشکی بنویسند که این تجاوزها برای قبل از دستگیری آرمیتا بوده بعد از اون هم همه نهادهای حکومتی و دادگستری استان البرز این خبرهای تجاوز با آرمیتا در بازداشتگاه رو تکذیب کردند اما خبگیا خارجی در پی گزارشات تحقیقی و مصاحبه با چند نفر از همبندی های آرمیتا و همینطور خانواده اون و پرستاران و پزشکان این قضیه رو تایید کردند. بعد از اون جنجالی در فضای مجازی به راه افتاد. شخصیت های هنری و ورزشی و افراد سرشناس سیاسی شروع کردن به هشتگ زدن و انتشار این خبر در توییتر و اینستاگرام و حتی فیسبوک و تلگرام. بعد هم این خبر منتشر شد که آرمیتا به خاطر مشکلات روده و مشکلات گوارشی به بیمارستان اعزام شده بوده و بعد از 24 ساعت بستری شدن دوباره به زندان فردیس منتقل شده و درمان تکمیلی برای اون همچنان در حال اجراست. آرمیتا به دلیل اینکه دو نفر از بازداشت شده ها اون رو عامل تحریک و شرکت در اعتراضات معرفی کرده بودند بازداشت شده بود. در طی اعتراضات سراسری اخیر، حکومت جمهوری اسلامی از تعرض و تجاوزات جنسی به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و برای تحت فشار گذاشتن و ناامید کردن و ترسوندن و اخخازی و حتی دریافت حق و سکوت از معترضان قربانی شده استفاده می کرد. توی بهمن ماه محمد اسماعیل بیگی وکیل آرمیتا عباسی خبر داد که درخواست های ملاقاتش با آرمیتا عملی نشده اعلام کرد که از پرونده اون استعفا میده بعد از اون شهلا اروجی وکالت آرمیتا رو به عهده گرفت که بعد از برگزاری جلسه دادگاه توی دادگاه انقلاب کرج اعلام شده بود که سه عنوان اتهامی مثل تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و اتهام سومی که تا زمان صدور رأی دادگاه بدوی ترجیح میدن راجبش صحبت نکنن مطرح شده بود و کاربران فضای مجازی یه جورایی مطمئن شده بودن که با این اتهامات حکومت میخواد آرمیتا عباسی هم اعدام کنه اما انتشار عکسش و خبر آزادیش هم در فضای مجازی همچنان جنجال بپا کرد ظاهر آرمیتا نشون دهنده سلامت جسمیش و حتی شادی و خوشحالیش بود موهای بلند ناخونهای بلند شده در بازداشتگاه نشون دهنده این بود که انگار اون تحت شکنجه و تجاوز نبوده بعد از اون هم در فضای مجازی این خبر پخش شد که تجاوز با آرمیتا عباسی اصلا صحت نداره و ضمن اینکه این دختر تو بند مخبر هم بوده اعتصاب غذا در بند به خاطر آرمیتا نبوده به خاطر عدم رسیدگی به پرونده های همگی بوده و خبر اینکه حتی تحت شکنجه بوده و حتی یک روز در بیمارستان بستری شده بوده هم تکذیب شد و این جو متشنج بر ضد آرمیتا همچنان ادامه داشت و با هر پست و استوری که اون در فضای مجازی منتشر میکرد این حرفها و اخبار بیشتر تشدید شد مخصوصا زمانی که آرمیتا این استوری رو گذاشت و گفت دوست دارم نقاشی هایی که برام کشیدین یا هر اثر هنری که توی اون مدتی که من نبودم برای من درست کردین رو برای خودم پست کنین منظورم پست و تیپاکسه تصمیم دارم توی پیجم ازشون استفاده کنم با ذکر اسم هنرمندش اگر دوست داشتید هنر قشنگتون رو برام بفرستید این استوری رو پست میکنم ریپلای کنید بعد از اون خیلی ها اومدن گفتن که مواظب باشید این پرستو وگرنه هیچ کسی آدرس نمیده آدرس خونش رو عمومی نمیکنه و این فقط میخواد که بقیه معترضین حکومت رو شناسایی کنه خیلی ها هم به اینکه اون تبلیغ آنلاین شاپ ها رو می کرد اعتراض کردند و بین مردم یه جور دو دستگی ایجاد شد یه سری طرفدارش بودن و یه سری بر ضدش حرف می زدن خیلی ها هم گفتند اگر واقعا آرمیتا یک معترض بود مثل سپیده قلیان همچنان به اعتراضاتش و مبارزش ادامه میداد نه اینکه سریعا تبدیل به یک بلاگر اینستاگرامی بشه که آرمیتا هم اومد و جوابشون رو داد و گفت من چهار ماه زندان بودم شما خبر ندارید که چی بر من گذشته و از من نخواهید که مثل این خانوم باشم هر کسی یه مدلی مبارزه میکنه شما دارین زندگی عادیتون رو ادامه میدین ولی من دیگه نمیتونم هیچ وقت اون آدم سابق بشم رسانه های داخلی و سایت های حکومتی و ارزشی ها هم با پخش کردن عکس های اون که لباس های لختی بر تن داشت مثلا نیمتنه پوشیده بود و حرف هایی که میزد آواز هایی که می خوند و نوع آرایشش و رنگ موهاش و لاک زدنش گفتند که این کاملا صحیح و سالمه و اینها فقط حرف هایی بوده که دشمن بر ضد حکومت میزده و زندان های جمهوری اسلامی کاملا بر اساس قوانین اسلامی اداره میشه آرمیتا در اینستاگرامش حرفهای جالبی زد، هایی با حیوانات منتشر کرد، ویدیوهایی از آواز خوندن و رقصیدن منتشر کرد و اخیرا هم شروع کرده به بلاگر شدن و تبلیغ اجناس مثل کیف و تیشرت و های خرید. اما خیلی ها هم همچنان طرفدار آرمیتا هستند. مثلا کاربری نوشت: اولش آرمیتا رو پرستو خطاب کردید، بعد شروع کردید به فوش دادن به هر کسی که طرفدارش بود. بعد دیدید کافی نیست، شروع کردید به فحاش کردن از همه ای کسایی که از آرمیتا دفاع کردند و دلشون نگرانش بود الانم با جریان هایی که برای آرمیتا پیش اومده کسایی که تا الان فهاشی کردن و تهمت زدن خفه خون گرفتن اما در روزهای اخیر آرمیتا عباسی مجبور شده که خیلی از پستهای اینستاگرامش رو پاک کنه همین قضیه باعث شد که خیلی از طرفدارانش و کاربران فضای مجازی به این شک کردند که اون دوباره از سمت حکومت تهدید میشه و تحت فشار قرار گرفته که امروز با انتشار پستی از طرف آرمیتا این قضیه کاملا تایید شد آرمیتا توی این پست نوشته گفتین عکس با پوشش نامناسب نزار گفتیم چشم گفتین فعالیت سیاسی نکن گفتیم چشم گفتین مدارکمو به هم نمیدین گفتیم چشم دوباره الان برای چی خواستینم پیجمو ببندم که تنها راه ارتباطم با مردمم از دست بدم شرمنده هر موقع مدارکم و وسایل توقیفی از رو به هم پس دادین راجع به پیج با هم صحبت میکنین پشیمونم نکنید از اینکه یه روز به خودم بگم اگه قرار بود ته فعالیت کردن و نکردن یکی بشه پس کاش منم مثل بقیه فعالیت می کردم. بعد هم عکس هایی رو از احزار نامه منتشر کرده که به جریه دار کردن افت عمومی متهم شده و پنج روز فرصت داره که در دادگاه حضور پیدا کنه. این احزاریه روز 16 اردی صادر شده و آرمیتا در کپشن هم نوشت پرونده رو از کرج به تهران منتقل کردین اومدم دادسرا گفتین اگه اینجوری نپوشی به فعالیتت میتونی ادامه بدی از ترسم به همون فعالیتم یک ماه ادامه ندادم من که از روی محافظه کاری یا ترس یا هر چیزی که اسمشو میذارین پای حرفان وایسادم شما چرا پای حرفای خودتون نمیتونین وایسین خیلی سبک سنگین کردم این درستترین پستیه که تا حالا توی این پیج گذاشتم تلاش کردین تخریبم کنین بین مردم منو از خودتون پرستو نشون بدین 90 درصد اعضای پیجم رو سایبری کردین دیدین جواب نداد کاراتون دیدین هنوز سرپام سوتی دادین عکس لخت فیک ازم پخش کردین مردم فهمیدن که دوباره با بازی های شما طرفن الانم که راه کاراتون جواب نداده کلا منو میخواین حذف کنین پیجمو ببندم دو روز دیگه اگه خودمو ببندین چی مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.